رسما چند وقت پیش اعلام کردن یکی از طرح‌های پنتاگون دادن قطعات خراب و اطلاعات خراب به دانشمندان موشک ما بوده که با 10 تا واسطه ایران فکر کنه داره دانشی رو به دست میاره و خبر نداشته باشه که این قطعه خرابه. همین کار تو سانتریفیوژای ما کردن. مثلا ما میرفتیم یه شیر می‌خریدیم میآوردیم نصب می‌کردیم، یه سوراخ بسیار ریز داشتیم باعث می‌شد مثلا اونجا فشار به هم بریزه میترکید، ما نمی‌فهمیدیم چرا داره میترکه و ما کلی خوشحال بودیم فهمیدیم که تحریم رو دور زدیم شیر سالم به دست آوردیم. نگو اونا فهمیدن ما رو توی پازل قرار دادن، علاوه دارن پول میگیرن بابت فروشون، دارن شیر غلط هم خراب به ما میدن، قطعات خراب. همین کارو برای موشکی کردن. دو، کاری کنید از داخل برنامه موشکیشون وقفه درش بیفته، کاهش بودجه ها و نمیدونم فلان این داستان ها، که اینو من نمیگم نمایندای مجلس دادشون در اومد، آقایون اگه فرمایشی دارن نماینده مجلس ها شاکی بشن. سه، پیدا کردن شهرک های موشکی و محل دپوی موشکی اینا. اینا کجا قایم کردن اینا رو؟ کی مسئول این کار بود؟ شبکه جاسوسان محیط زیستی. شبکه جاسوسان محیط زیستی در واقع برنامه‌شون این بود که بفهمن شما تو کدوم کویر اینا رو قایم کردی. بهانه هم چی؟ یوسپلن. حیوانی هم انتخاب شد که تو سراسر ایران پراکنده است. نکته جالب، ما محله‌هایی داریم در نزدیکی مثلا فیروزکوه، من تا حالا اسم نبرده بودم اینجوری، که اون منطقه موشکی داریم اونجا، چون دیگه معلوم شده دارم میگم. مردم اون محل، ما رفته بودیم سخنرانی، میگفتن ما تا سال 92 اینجا پلنگ نداشتیم، از سال 92 پیدا شده. یعنی پلنگ رهاسازی میشد که به بهانه یافتن اون پلنگا اطلاعات موشکی. دوربینا اینا وارد کرده بودن تا 50 کیلومتر زوم داشت. چی میشد که بفهمم که اگر حمله در گرفت تو ساعت اول محلهای دپوی موشکی ما خورده بشه. دو، وقتی موقعیت های اینا مشخصه بشه آدم هایی رو داشت تو گروه های چریکی حمله کنن اونجا رو آسیب برسونن. این بخشش جسارتا نمیتونم خیلی بازش کنم، مثل مثلا اتفاقی که تو یه جای افتاد دور بر تهران، دو سه تا هم شهید داد. ببین یعنی گروه چریکی مسلط بدونه داره میره کجا رو بزنه. این یه بخش. یه کار دیگه هم باید بکنم، اگر با این کارم مثلا من این درصد موشکاشم از بین بردم، چیکار کردم؟ خرابکاری کردم، جاسوسی کردم، اطلاعات غلط دادم، از داخل مسئولین رو آوردم سر کار که اونها بودجه اینا رو بریدن، تو ساعت اولیه جنگ موشک های من دقیق خورده همون جایی که باید میخورده. یه کار دیگه هم مونده، همون ته مونده موشک های اینها به جای اینکه سمت رژیم صهیونیستی بره، انباره شاه چجور سر صدام خالی شد؟ یه سال نیم اول خالی شد، بعدش ما دیگه چی نداشتیم. یه بار دیگه یه صدام باید گشت پیدا کرد. بهترین گزینه عربستان سعودی. انبارهای موشکی ما سر عربستان خالی میشه.